104 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی در چنین روزی متولد شد. محمد رضا پهلوی در 4 آبان 1298 به دنیا آمد. هنگامی که او متولد شد، پدرش یک افسر قزاق بود و به رضا خان میر پنج معروف بود. وقتی 6 ساله بود، رضا شاه تاجگذاری کرد و اون نیز به عنوان ولیعهد ایران شناخته شد. مادر محمد رضا تاج الملوک همسر دوم رضا شاه بود. پس از ولیعهدی زندگی او از مادر و خواهرانش جدا شد. او ابتدا به دبستان نظام رفت و بعد در کاخ اختصاصی به تنهایی زیر نظر یک معلم فرانسوی تعلیم داده می شد. تعلیمات مدرسه نظام اگرچه دشوار بود، اما نیروی مقاومتش را افزود. او همچنین سوارکاری، ژیمناستیک و بوکس را فرا گرفت. دوران کودکی محمد رضا در ساعت 4 بعد از ظهر روز 15 شهریور 1310 و با اعزام وی به سوئیس خاتمه یافت و او عملاً زندگی نیمه مستقل دوران نوجوانی را آغاز نمود. محمد رضا در فوتبال و دیگر رشته‌های ورزشی پیشرو بود و به خاطر حضور او تیم دبیرستان 4 سال پیاپی جام پیروزی لمان که بالاترین ارزش را در سوئیس داشت به خود اختصاص داد. او علاوه بر کاپیتانی تیم فوتبال در اسکی و هاکی روی یخ نیز مقام اول بود و در مابقی رشته‌های ورزشی همچون تنیس هم دستی بر آتش داشت. او در 17 سالگی و پس از اخذ دیپلم از سوئیس به ایران بازگشت و در دانشکده افسری مشغول به تحصیل شد. او 2 سال بعد و در 19 سالگی با درجه ستوان دوم از این دانشکده فارغ التحصیل شد. در شهریور 1320 ایران به دست نیروهای دو کشور انگلستان و شوروی به بهانه همراهی رضا شاه با قوای آلمان مورد هجوم گسترده قرار گرفت و رضا شاه پیش از رسیدن قوای متفقین به تهران از پادشاهی استعفا داد و فرزندش محمد رضا را به عنوان جایگزین به مجلس شورای ملی معرفی کرد که مورد تصویب قرار گرفت و بدین ترتیب محمد رضا پس از ادای سوگند رسما شاهنشاه ایران شد. روحش شاد و یادش گرامی.